که باز ما میتونیم ثابت کنیم که شما با کدام طریق. این بار اعضای کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات چگونگی دستیابی به اطلاعات دستبندی شده نهادهای دولتی را به بحث گرفتند. اعضای این کمیسیون نگران هستند که نهادهای دولتی به بهانه محرمیت از دادن اطلاعات خودداری میکنند. چون الان اگر مسئله ازی بیاید آخر که ما موعدت تدبیر در نظر بگیریم، اونجا باز ما نیاز داریم که ثابت بسازیم که در زمان معینش برای شما جواب گفته نشده و اگر حق شما بوده باز او وقت باز ما میدانیم که موارد تدبیر در نظر بگیریم. اعضای این کمیسیون در بخش چگونگی دستیابی به اطلاعات از نهادهای دولتی اختلاف دیدگاه دارند. شماری از آنان به این باور هستند که در حضور نمایندگان نهادهای دولتی باید اطلاعات دستبندی شده بررسی شوند تا با همکاری میان این نهادها و رسانه‌ها راه برای خبرنگاری تحقیقی در کشور بازتر شود. کدام اسناد پیش محرم است؟ کدام وزارت دفاع امنیت ملی کجا معادن وزارت معدن و صنایع یا دیگر وزارت ها؟ ما اصلا نه در وزارت دفاع مسلکی استیم و نه در وزارت داخله. ما برای یک طرز عمل جور کنیم، مگر اینکه ما کلی کارمندان را دستبندی کنیم، اسنادی که میاد دستبندی کنیم، اسناد محرم و غیر محرم که از ادارات میاد و تصامیمی که خود کمیسیون میگیره. در بسیار از موارد ممکن است کمیسیون تصمیم میگیره که این سند باید نشر شود، این سند باید در جای نگه داشته شود که مثلا قابل دسترس برای همه نباشد. حکومت نیز از تعهدش در بخش شریکسازی اطلاعات با رسانه ها سخن میزند. در ولسمشر در حکم پر اساس باندې ټول حکومتي ادارو پر ویان سربیره درې نور کسان شی بیا د موین په کچه د مطبوعاتو ته معرفي کړي دي. چار وخت مطبوعاتو ته معلومات ورکړي او د هغوی سره په بحثونو کې ګډون وکړي. قانون حق دسترسی به اطلاعات در ماه میزان سال 1393 هجری خورشیدی در 6 فصل و 32 ماده از سوی رئیس جمهور غنی به امضا رسید. عملی سازی این قانون می تواند در آوردن شفافیت و پاسخگویی بهتر نهادهای دولتی به مردم سودمند باشد.